نخست سرخط خبرها. واکنش فعالان مدنی هرات نسبت به تأخیر اعلام نتایج انتخابات. تأخیر در اعلان نتایج ابهامات در زمینه انتخابات بیشتر میکنه و مردم به شدت نگران. راهپیمایی جوانان هراتی به منظور آغاز مجدد مذاکرات صلح در افغانستان. 40 سال شده مردم ما در جنگ سپری کرده و حالا میخواهیم که در آسایش و در آرامی زندگی بکنند. افزایش چشمگیر فراورده های زراعتی در بادغیس. آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد برای رسیدن به صلح در افغانستان. و اینکه همزمان با پایان مهلت آتش بس ترکیه در سوریه، واشنگتن به آنکارا هشدار داد. ما صلح را به جنگ ترجیح می دهیم، ولی چنانچه توسل به حرکت و اقدام نظامی لازم باشد، بهتر است بدانید که رئیس جمهور ترامپ کاملا آماده انجام این اقدام است. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. فرماندهی پلیس هرات اعلام کرده است پیکارجویان طالب برنامه‌ریزی کرده بودند که در سال جاری 6 ولسوالی این ولایت را به تصرف خود درآورند، اما ناکام ماندند. امین الله مرخیل فرمانده پلیس ولایت هرات تاکید می‌کند که مقاومت نیروهای امنیتی سبب شده تا نقشه شوم پیکارجویان طالب شکست بخورد. به گفته آقای مرخیل، در سال جاری دست کم 250 پیکارجوی طالب در درگیری با نیروهای امنیتی از پای درآمدند، حالان که جزئیاتی از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی ارائه نشده است. در حالی فرماندهی پلیس هرات این اعلامیه را نشر می کند که در این اواخر اعتراضاتی در پیوند به افزایش ناامنی ها صورت گرفته است. گفتمان حوزه‌ای به منظور نقد و بررسی چالش‌های موجود در روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هرات برگزار شد. در این گفتمان نهادهای ناظر انتخاباتی، مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی و برخی از نمایندگان مردم در ولسوالی‌ها اشتراک کردند. با گذشت بیش از 20 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اینجا در هرات فعالان مدنی، مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی و ناظران انتخابات دور یک میز گرد هم آمدند و با دیدگاه‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری را به نقد و بررسی گرفتند. مسئولان برگزار کننده این گفتمان میگن که این برنامه را به منظور ارزیابی چالش‌های موجود در روند انتخابات، کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی و نقش فعالان مدنی مبنی بر چگونگی نظارت از روند انتخابات برگزار کردند. یک برنامه گفتمان حوزه‌ای که به خاطر نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری سال 2019، نقش نهادهای مدنی در مشاهده و نظارت از انتخابات، کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی، میزان رضایت مردم، ارزیابی دلایل مشارکت کمرنگ مردم برگزار شده. در این گفتمان افزون بر چالش‌های موجود در روند برگزاری انتخابات، پیرامون به تأخیر افتادن اعلام نتایج انتخابات نیز گفته‌های مطرح شد. فعالان مدنی هرات میگن که به تأخیر افتادن اعلام نتایج انتخابات، ابهام و پیچیدگی بیشتری را نسبت به گذشته در این روند به میان آورده است. با آن هم فعالان مدنی بر استقلالیت کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام زود هنگام نتایج انتخابات تاکید میکنند. تأخیر در اعلان نتایج ابهامات در زمینه انتخابات بیشتر میکنه و مردم به شدت نگران که خدای نکده باز تبانی های پشت پرده تعیین کننده سرنوشت افغانستان شاید باشه. من امیدوارم که دولت از مداخله دست برداره و کمیسیون انتخابات با استقلالیت بره به طرف اعلان نتایج، هر آنچه که هست انمون رأی با واقعی بایومتریک شده مردم اعلان بشه تا مردم به سرنوشت خود بفهمن. خدای نکده اگر روان همین قسم ادامه پیدا کنه، تمام عرصه‌های دیگر متاسفانه بحث جنجال انتخابات تحت شعاع قرار میده. از سوی دیگر، استادان دانشگاه به این باورند که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات بیباوری مردم را بیش از پیش ساخته است. آنان همچنان نسبت به حضور پی در پی دیپلمات‌های خارجی در کمیسیون انتخابات واکنش نشان داده و میگویند که این بازدیدها به شفافیت نتایج انتخابات ضرر وارد خواهد کرد.
شکستاندن تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون‌های انتخابات همواره دغدغه‌های شهروندان را گسترش داده و به نوعی بیباوری مردم را بیشتر از گذشته ساخته. اخیراً با توجه به تقویم اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری هم ما شاهد هستیم که چند روز تأخیر شاهد بودیم و نهادهای ناظر بر امور انتخاباتی و شهروندان و سیاسیون و فعالان مدنی و رسانه‌ها نگرانی و دغدغه خود را مطرح کردند، اما متاسفانه دلایل که کمیسیون‌های انتخاباتی برای مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی مطرح می‌کنند دلایل موجه و مقنعی نیست. قرار بود نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که به دلیل مشکلات فنی اعلام نتایج تا زمان نامعینی به تأخیر افتاده است. به دنبال تأخیر در اعلام نتایج انتخابات، شماری از نهادهای ناظر ابراز نگرانی کرده و گفتند که تأخیر در اعلام نتایج کار کمیسیون را زمان بر و زمینه تقلب را نیز فراهم می کند. دانشجویان دانشگاه هرات برای دومین بار در چارچوب مسابقه جهانی هولت پرایز اشتراک کردند. قرار است در این دوره رقابت چالش‌های محیط زیستی را به بحث بگیرند. دانشجویان اشتراک کننده در این رقابت برگزاری مسابقه هولت پرایز را در رشد توانایی‌های دانشجویان مؤثر عنوان می‌کنند. در مورد مسابقه هولت پرایز باید بگم که تاثیرگذاری بسیار زیادی برای محصلین داره. وقتی که ما میاییم در پوهنتون و در هر رشته درس میخوانیم، باید در کنار درس خوندن خب در چنین مسابقات اشتراک کنیم، چرا که واقعا در فعالیت و رشد محصلان تاثیر بسزایی داره. تنها متکی به چپتر نباشیم و تنها متکی به رشته خو نباشیم. در مسابقاتی مانند هالت پرایز اشتراک کردن باعث میشه که سطح معلومات خود ما بالاتر بره. جوانان و زنان در هرات خواستار آغاز مجدد مذاکرات صلح در کشور هستند. این جوانان در عین حال امروز در راهپیمایی خواهان حضور پررنگ جوانان و زنان در روند صلح شدند. صلح، واژه‌ای سه‌حرفی و آرزوی دیرینه مردم افغانستان. آرزویی که با گذشت 2 دهه با توجه به تداوم جنگ‌ها هرگز محقق نشده است. اما همچنان شعار صلح‌خواهی مردم افغانستان از گوشه گوشه کشور شنیده می شود. امروز اینجا در هرات نیز جوانان و فعالان مدنی با راه اندازی یک راهپیمایی نوای صلح‌خواهی سر دادند. این افراد خواهان حضور پررنگ جوانان و زنان در روند صلح افغانستان هستند. نقش جوانان و زنان در مذاکرات صلح، در روند صلح، در یعنی در گذشته بسیار کم رنگ و ناچیز بود که به نحو نیمی از نفوس افغانستان، یا الا که میگن 60% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده، ولی نظریات از اینا، دیدگاه از اینا و خواستای از اینا نادیده گرفته شد. بنابر این به ادامه کمپاین هایی که ما در گذشته داشتیم، امروز هم هدف از کمپاین امروز ما این است که جوانان میخواهند فرهنگ جنگ به صلح تبدیل نمایند و از حکومت مرکزی و دولت افغانستان تقاضا دارند تا نقش جوانان، خواست جوانان در روند صلح در نظر گرفته بشه و جوانان یک سری خواسته های دارند که حکومت و جامعه جهانی باید اینا رو در نظر بگیره. متاسفانه در طول جنگ ها اولین قربانیان جنگ جوانان بودند و به تعقیب از او زنان و کودکان بودند که قربانی این جنگ ها شدند. آنان میگویند که باید با آغاز مجدد مذاکرات صلح حضور و نقش جوانان نادیده گرفته نشود. آنان در کنار تأکید بر حضور جوانان در روند صلح، بر صلح پایدار نیز تأکید می‌ورزند. می خواهیم صدای صلح‌خوانی خور بالا بکنیم تا به گوش جهانیان برسانیم که جوانان همه تشنه صلح، هم صلح می‌خواهند، صلح می‌خواهند، صلح با عزت، صلح می‌خواهند که تمام ارزش‌های 18 ساله ما در خود باشد، صلح می‌خواهیم که مردم ما در آسایش و در آرامش سفری زندگی کنند. بیشتر تشویق بشم همه به صلح، یک الگویی بشه ما برای دیگه جوانان تا جوانان بتونن بیشترتر در روند صلح سهم بگیرم و جامعه خود از جنگ نجات بدیم. در این حال این جوانان از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهند تا دست از جنگ بکشند.
خواست مهمی است که از رهبرای خود میخواییم که این مذاکرات که اگرچه که تازه باش شروع شده و این بار با جدیت بیشتر اینا پیش ببرن و از مخالفین هم میخواییم که این بست دیگه جنگ 40 سال شده مردم ما در جنگ سپری کرده و حالا میخواییم که این در آسایش و در آرامی زندگی بکنند. این جوانان در حالی ندای صلح‌خواهی سر میدهند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهای تازه اش را برای رسیدن به صلح در چند کشور جهان از جمله بلژیک و روسیه آغاز کرده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان اعلام کرده که به دنبال تشکیل اجماع در مورد روند صلح است. اینکه آیا این تلاش ها منجر به تامین صلح در افغانستان خواهد شد یا خیر سوالی است که گذر زمان به آن پاسخ می‌دهد. اما آنچه مهم است جوانان هراتی کماکان بر صلح تاکید می‌ورزند. فرآورده‌های زراعتی در بادغیس افزایش چشمگیری داشته است. ریاست اداره زراعت ولایت بادغیس اعلام کرده که به خاطر بارندگی‌های فراوان در سال جاری فرآورده‌های زراعتی این ولایت تا 50% افزایش یافته است. عبدالتواب طایب رئیس وزارت بادغیس در این خصوص تصریح کرده است که میزان رشد برداشت در برداشت گندم از مرز 54% هم گذشته و به همین ترتیب برداشت میوه‌جات و سبزیجات نیز به صورت چشمگیری رشد یافته است. پس از نشر گفته‌های رئیس شورای ولایتی غور مبنی بر حضور شبه نظامیان خارجی، اکنون والی غور تایید کرده است خانواده‌های از طایفه طاهر یولداش، رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان با مهمات و جنگ افزارهای مختلف وارد غور شدند. غلام ناصر خازه در این خصوص تاکید کرده است که هنوز مشخص نیست این افراد از چه کشوری به ولایت غور رسیدند، اما اداره محلی در تلاش است موقعیت این افراد را شناسایی کرده و هدف قرار دهد. رئیس شورای ولایتی غور نیز پیشتر اعلام کرده بود که در حدود 200 خانواده ناشناس با جنگ افزارهای مختلف از ازبکستان به این ولایت آمدند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده تا رسیدن افغانستان به صلح حملات تهاجمی خود را بر پیکارجویان طالب و دیگر گروه‌های هراس افغان ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا به این باور است که یک راه حل برخواسته از مذاکرات صلح میان خود افغان‌ها بهترین مسیر برای رسیدن به این نتیجه است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری مشترک با نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخلی افغانستان در کابل تاکید ورزیده است که آمریکا برای برقراری ثبات در افغانستان به گونه کامل متحد است و تا کنون هیچ تغییری در مأموریت نظامی واشنگتن در این کشور به میان نیامده است. آقای اسپر هشدار می‌دهد تا زمانی که پیکارجویان طالب به مذاکرات سلطان در ندهند فشارهای نظامی بر این گروه کاهش نخواهند یافت. هرچند وزیر دفاع آمریکا هر گونه کاهش نیروهای آمریکایی را در افغانستان وابسته به توافق صلح با پیکارجویان طالب می‌داند، اما اسکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می‌پذیرد که واشنگتن به گونه پنهانی در یک سال گذشته 2000 سربازش را از افغانستان بیرون کشیده است. همزمان با سفر مارک اسپر، هیئت 8 نفری به رهبری رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از کابل دیدار کرد. او در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی هرچند تعهد سپرد که واشنگتن نمیگذارد افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان مبدل شود، اما خواستار مبارزه جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت در نتایج انتخابات نیست شد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که این هیئت اطمینان داده که کنگره در یک حرکت فراحزبی از قضایای مربوط به افغانستان حمایت می کند. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در حالی از کاهش نزدیک به 2000 نظامی خارجی در افغانستان سخن می گوید که نیویورک تایمز به نقل از شماری از منابع آمریکایی گزارش داده است که ممکن است شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 12000 به 8600 نفر کاهش یابد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در دوره تازه سفرهای خود به کشورهای مختلف با موضوع صلح افغانستان با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو دیدار نموده و این سازمان به تامین صلح در افغانستان تاکید کرد. دبیر کل ناتو در حساب تویتری خود نگاشته است که ناتو و متحدانش وعده دادند که امنیت و صلح را در افغانستان تامین کنند و به این گفته خود پایبند هستند. در این حال وزارت خارجه آمریکا خبر داده است که زلمه خلیلزاد دوره تازه مذاکرات صلح را آغاز کرده و به همین منظور به کشورهای بلژیک، فرانسه و روسیه سفر خواهد کرد. گزارش‌های رسیده از قندهار حاکی از آن است که نیروهای نظامی افغان با نیروهای پاکستانی در ولسوالی اسپین بولدک درگیر شدند. بهیر احمد سخنگوی والی قندهار در این خصوص توضیح داده است که این درگیری روز گذشته در روستای مرزی سروساهنو در ولسوالی اسپین بولدک رخ داده است. آقای احمد افسود درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی در همکاری مشترک با پیکاردیان طالب یک پاسگاه مرزی را هدف حمله تهاجمی قرار دادند. سخنگوی والی قندهار تاکید کرده است در نتیجه مقاومت نیروهای دفاعی این پاسگاه تلفات سنگینی به متجاوزان وارد شده است و درگیری ها همچنان به صورت پراکنده ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که روند انتقال آرای قرنطینه شده از دستگاه‌های بایومتریک به سرور مرکزی از امروز آغاز شده است. این روند پیشتر به دلیل چالش‌های فنی و آنچه شکست شدن قفل دهلیز مرکز اطلاعات خوانده شده متوقف شده بود، اما امروز در حضور ناظران و خبرنگاران آغاز شد. اعضای کمیسیون انتخابات شکست شدن قفل دهلیز مرکز اطلاعات را پذیرفته و تاکید کردند که این کار توسط یکی از کارمندان انجام شده تا دو نیروی ویژه محافظت دهلیز از شدت سرما به داخل پناه بردند. مریم منصف وزیر افغان کانادایی کابینه دولت کانادا بار دیگر توانست به مجلس نمایندگان این کشور راه پیدا کند. خانم منصف نخستین بانوی افغان تباری است که 4 سال پیش توانست به مجلس کانادا راه بیابد. وی که نامزد حزب لیبرال کانادا در منطقه پیتسبورگ ایالت اونتاریو بود در حال پیروز می شود که بر اساس گزارش رسانه‌ها این حزب توانسته با کسب 39.5% آرا حزب محافظه‌کار را شکست دهد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند به زودی یک نشست 4 جانبه بین این کشور با کشورهای چین، روسیه و ایالات متحده پیرامون صلح در افغانستان برگزار خواهد شد. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که این نشست تا 3 روز دیگر در مسکو میزبانی خواهد شد. خاطر نشان می شود مسکو تا کنون 2 بار میزبان نشست صلح افغانستان بوده که در آن سیاسیون و احزاب افغانستان در کنار نمایندگان پیکارجویان طالب حضور داشتند. در این اواخر مسئله مذاکرات صلح با پیکارجویان طالب بار دیگر قوت گرفته است. اعضای شورای ولایتی قندوز خبر دادند در نتیجه حمله گروهی پیکاردیان طالب در این ولایت 15 پلیس محلی جان خود را از دست دادند که در میان آنها یک فرمانده نیز دیده می شود. غلام ربانی ربانی یکی از اعضای شورای ولایتی قندوز تصریح کرده که این حمله شب گذشته به یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی علی آباد انجام شده است. در این حال اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز نیز این رویداد را تایید کرده و افزود 8 نفر از نیروهای پلیس محلی کشته شدند. سخنگوی والی قندوز در بخشی از سخنان خود تاکید کرده که حمله مهار شده است. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود با CNBC در خصوص اقدامات ترکیه علیه شبه نظامیان کرد سوریه گفته است دونالد ترامپ آماده است از گزینه نظامی در برابر آنکارا استفاده کند. همزمان با پایان مهلت آتش‌بس در شمال شرق سوریه میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش در خصوص اقدام ترکیه علیه کردها در شمال سوریه گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است در صورت نیاز از اقدام نظامی در برابر ترکیه استفاده کند. وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با CNBC که اظهار داشت ما صلح را به جنگ ترجیح می دهیم، ولی چنانچه توسل به حرکت و اقدام نظامی لازم باشد بهتر است بدانید که رئیس جمهور ترامپ کاملا آماده انجام این اقدام است. با این حال خط قرمز برای اقدام احتمالی آمریکا علیه ترکیه مشخص و معلوم نیست. تحت چه شرایطی ایالات متحده ممکن است علیه ترکیه دست به اقدام نظامی بزند؟ اما پیش از این مقام‌های آمریکا بر توقف عملیات ترکیه تاکید کرده بودند. تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه واکنش‌های در داخل آمریکا از جمله از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مجلس آمریکا در پی داشته است. منتقدان آقای ترامپ میگویند تصمیم وی مبنی بر خارج کردن نظامیان آمریکایی از شمال شرق سوریه چراغ سبز بود با آغاز عملیات ترکیه علیه شبه نظامیان کرد. در این حال دونالد ترامپ روز دوشنبه با اشاره به این که هرگز توافق نکرده است که از کردهای سوریه حفاظت میکند گفت ما کردها را کمک کردیم و هرگز هم به آنها قولی ندادیم که تا 400 سال دیگر کنارشان میمانیم. نیروهای نظامی کرد طی سالهای اخیر در عملیات مشترک با آمریکا علیه گروه داعش در سوریه مشارکت داشتند، اما ترکیه نیروهای کرد را شاخه از گروه تروریستی PKK میداند. طی هفته‌های اخیر آنکارا عملیاتی را جهت سرکوب نیروهای کرد آغاز کرده است. اواخر هفته گذشته در پی آواره شدن هزارها غیر نظامی در شمال شرق سوریه بر اثر عملیات نظامی ترکیه شماری از کشورهای جهان از تداوم عملیات نظامی ترکیه انتقاد کردند و خواهان توقف این عملیات نیز شدند. ترکیه برغم این خواسته ها پنج شنبه هفته گذشته آتش بس پنج روزه اعلام کرده بود که امروز پایان یافت. آلودگی نفتی شدیدی که بیش از یک ماه است به طور مرموزی در سواحل برزیل پراکنده شده تازه به گالین هاست که یک مکان توریستی محبوب است رسید. این منطقه به خاطر سواحل شنی زیبا، نخلستان ها و جزر و مدهای بکرش شناخته می شود. پس از آلوده شدن این منطقه با بقایای نفتی ضخیم، برخی از ساکنان و مسافران تا جای قادر بودند اقدام به پاکسازی ساحل کردند. آلودگی های نفتی 9 ایالت برزیل را تحت تاثیر خود قرار داده است. هفته گذشته یک سازمان زیست محیطی برزیلی اعلام کرد که منشأ نفت منتشر شده در دریای این کشور نبوده بلکه مسئول آن ونزوئلا است، اما مقام های برزیلی قادر نیستند کشتی عامل این نشتی را شناسایی کنند. ربات ها هم می توانند خبرساز شوند، به خصوص وقتی ربات ها در تلاش رفع خستگی های روزمره تان هستند. شرکت‌های بزرگ فناوری در کشور سوئد اعلام کردند که به زودی ربات‌ها را جایگزین انسان‌ها می‌کنند. گفته شده این ربات‌ها تنها جایگزین امور خسته کننده افراد می‌شوند که علاقه‌ای به کار در آن بخش‌ها را ندارند. شرکت‌های فناوری سوئدی ادعا می‌کنند که ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی جایگزین انسان‌ها در مشاغل سخت و خسته کننده می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها این شرکت‌ها در تلاشند تا بیشترین بهره را از هوش مصنوعی ببرند و حضور انسان‌ها در بعضی از مشاغل را تا حد ممکن کاهش دهند. در همین حال کارشناسان به این باورند که توسعه ربات‌ها می‌تواند یک اتفاق مثبت باشد و سبب کاهش هزینه‌ها و مدیریت وقت کارکنان شود، اما از سوی دیگر جنبه‌های منفی نیز به همراه دارد. آنان می‌افزایند کارکنان بسیاری نگران از دست دادن شغل خود هستند و این موضوع همزمان با افزایش استفاده از ربات‌ها اتفاق می‌افتد.
به گفته کارشناسان، کارفرمایان استفاده از ربات‌ها را به سبب کاهش هزینه‌ها ترجیح می‌دهند و برای هزاران فردی که از کار برکنار می‌شوند، هیچ راهکاری را نسنجیدند. با پیشرفت در فناوری، به ویژه در زمینه کامپیوترها، هوش مصنوعی در ربات‌های جهان به سمت آینده متفاوتی سیر خواهد کرد. مدیر یک شرکت بزرگ فناوری میگوید که ربات‌ها قادر به پردازش داده‌های بزرگ هستند و در بعضی از موقعیت‌ها نسبت به انسان‌ها کارآمدترند، در حالی که اگر این مشاغل را به نیروی انسانی سپرد، بیشتر انسان‌ها را خسته می‌کند. از سوی دیگر گفتنی است که این روند به تدریج صورت خواهد گرفت و تا زمان روی کار آمدن ربات‌های جدید، امکان ایجاد شغل‌های دیگر برای انسان‌ها خواهد بود و این موضوع به نحوی نگرانی ها را کمتر کرده است. مرور دوباره بر سرخط خبرها. واکنش فعالان مدنی هرات نسبت به تأخیر اعلام نتایج انتخابات. تأخیر در اعلان نتایج ابهامات در زمینه انتخابات بیشتر میکنه و مردم به شدت نگران. راهپیمایی جوانان هراتی به منظور آغاز مجدد مذاکرات صلح در افغانستان. 40 سال شده مردم ما در جنگ سپری کرده و حالا می‌خواهیم که در آسایش و در آرامی زندگی بکنند. افزایش چشمگیر فرآورده‌های زراعتی در بادغیس. آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد برای رسیدن به صلح در افغانستان. و اینکه همزمان با پایان مهلت آتش بس ترکیه در سوریه، واشنگتن به آنکارا هشدار داد. وصول را به جنگ ترجیح می دهیم، ولی چنانچه توسل به حرکت و اقدام نظامی لازم باشد، بهتر است بدانید که رئیس جمهور ترامپ کاملا آماده انجام این اقدام است. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبان روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و بخصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید. سپاس از همراهیتان به خبرهای این ساعت. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.